جلسه 115 هم از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم در مورد افکت های CC دریزل فوم و CC اسکترای صحبت کنیم. یه دونه کامپوزیشن میسازم 1920x80 10 ثانیه فکر کنم کافیه. اوکی میکنم، رایت کلیک میکنم، یه دونه سالیدم میسازم، رنگش هم بد نیست، مدادم رو میارم میذارم لایه بالا که پیدا باشه. Effects and Presets سرچ میکنم، CC Scatterize کلیک میکنم، درگ میکنم روی مدادم رهاش میکنم. این افکت خیلی جالبه، خیلی ساده است. اسکترشو وقتی زیاد کنید متلاشی میکنه، هم به درد متلاشی کردن میخوره هم برعکس. بعضی وقتا میخواید لوگوتونو بیارید به این صورت، پس میتونید این کارو انجام بدید. ریستش کنم. دو تا کار جالب دیگه هم میکنه که مثل همان، البته یکیش از سمت راست به قول خودش میپیچونه و ریسیت کنم، اون یکی هم از سمت چپ میپیچونه و البته هم میتونید از چپ بپیچونید هم از راست و به واسطه این افکت میتونید مخصوصا لوگوتونو یا تکستتونو یا لایه‌تون هم بپیچونید، هم متلاشیش کنید، هم از حالت متلاشی به صورت عادی درش بیارید. دیلیت میکنم این افکتو، این لایرم خاموش میکنم، فعلا باهاش کاری نداریم. افکت بعدی که میخوام در مورد صحبت کنیم CC دریزله. کلیک میکنم، درگ میکنم روی لایه سالیدم رهاش میکنم. حالا روی هر لایه میتونید رها کنید. این یک سری به این صورت مثل حباب میمونه، مثل اینکه مثلا یک قطره چکیده، انیمیشن هم داره. الان دقت کنید به این صورته. حالا با گزیناش آشنا بشیم. این تعداد این حالا قطرات، حباب ها، این مثل که مثلا از زیر داره حباب میاد روی آب، این مثلا روی سطح آب رو داره نشون میده. میتونید اگر سطح یه استخر یا یه دریاچه رو دارید این افکت روش اعمال کنید. این هم عمرشونه، هرچی بیشتر باشه اینا عمر بیشتری میکنن، کم باشه عمر کمتری میکنن، سریعا از بین میرند. یه مقدار بزرگش کنم 100%. ریستش هم بکنم و بیام اینجا. حالا دقت بفرمایید، من وقتی این زاویه رو زیاد میکنم تعداد این حلقه ها زیاد میشه و اگر کمش کنم تعداد این حلقه ها کم میشه. دیگه به سلیقه خودتون میتونید اینو تنظیم کنید. ریستش میکنم. این یکی گزینش رو بهتر من اینو خاموش کنم و بیام این یکی رو روشن کنم. کلیک میکنم، درگ میکنم روی مدادم اعمالش میکنم. حالا دقت کنید وقتی این گزینه رو زیاد میکنیم اینطوری میشه، اون زیرش هم مشخص میشه. ولی خب در مورد این لایه من اگر این مقدار رو زیاد و کم بکنم چیزی به نظر نمیاد. ریستش میکنم. گزینه بعدی هایتشه. یه جورایی وقتی کمش کنم انگار عمق رو کم میکنه. دقت بکنید حبابا به یه همچین صورتی در میان و اگر این هایتش رو زیادتر کنم به این صورت در میان. وقتی هایت رو کم میکنید ضعیفتر میشن، انگار کمتر روی سطح آب بلند میشه این حباب یا این آب یا این قطرات. یه ریستش بکنم و این هم که اسپریدینگشه، بزرگشون میکنه. اگر خواستید حالا اینا بزرگ بشن به این صورت میتونید. حالا این هم یه جورایی اگر روی لایه‌ای بذارید برای متلاشی کردن میتونید استفاده کنید یه جورایی. حالا دوباره برم سراغ این مدادم، این لایه رو کلا خاموش کنم، اینو بیارم بذارمش این وسط، یه ریستش بکنم. حالا اسپریدش رو زیاد کنم، ببینید یه جورایی به همش میریزه. حالا میتونید از این حالت استفاده کنید ولی افکت های دیگه ای داریم برای این کار. این بیشتر به نظر من به همین درد میخوره که ما جای قطرات آب رو شبیه سازی کنیم. همه رو دیلیت کردم، یه کامپوزیشن میسازم، اینجا رایت کلیک میکنم، یه سالید هم روش قرار میدم. افکت بعدیمون فوم هست. لایه‌ام انتخاب شده باشه، روش دبل کلیک میکنم، میشینه روی لایه. خب اجراش کنم، یه همچین اتفاقی داره میفته.
اگر اینو باز کنم و رندرش کنم میبینیم که اینم حبابه، ولی مدل حبابش با حبابایی که تالا خوندیم فرق داره و این خیلی پیشرفته است. یه پرودیوسر داره، پرودیوسرش مرکز داره، میتونیم بگیم از اینجا حبابا منتشر شه، از اینجا منتشر شه و حتی میتونیم کی فریم هم بدیم و جا به جاش کنیم. پس این از این. به غیر از اون دوباره میتونیم بگیم در ایکس پخشش کنه، یا میتونیم بگیم در وای پخشش کنه، یا اصلا میتونیم بگیم در وای جمعش کنه یا در ایکس هم حتی جمعش کنه. پس تا حدودی میتونید روی ایکس و وای روش کنترل داشته باشید. ریستش کردم، دوباره میرم حالت رندر و با تغییر این زاویه هم میتونید به این صورت این حبابا رو بپیچینید توی هم، میتونید کی فریم بدید. الان دقت کنید این حبابا به این صورت هستن، اگر میخواد بیشتر حرکت کنن کی فریم میدید و این زاویه رو تغییر میدید بیشتر میپیچن. این هم ریتشه دوباره، ریتو وقتی زیاد کنیم تعداد حبابا زیاد میشه، وقتی ریتو کم کنیم تعداد حبابا کم میشه. دیدید اصلا رسید به تعداد خیلی خیلی کم. ریست کنم، از پرودیوسر بریم بیرون، بریم سراغ بابل. قبلش هم که اینو بریم سراغ رندر، خب سایز بابل ها رو کم و زیاد میتونید بکنید، یه سایز واریانس هم داره، اگر که بیاریمش صفرش کنیم همه اندازه هم میشن، وقتی زیادش کنیم ببینید بزرگ و کوچیک میشه، هستشون خیلی بزرگ هستشون کوچیکتر. پس اگر میخواین سایزشون با هم متفاوت باشه این عدد بهتون کمک میکنه. این هم عمرشونه، اگر عددشو زیاد کنید حبابا بیشتر عمر میکنن، عددشو کم بکنید حبابا کمتر عمر میکنن و زودتر از بین میرن. مثلا وقتی عدد کم باشه به یه همچین حالتی در میاد، وقتی عددشو زیاد میکنم ببینید به یه همچین حالتی در میاد، حبابا دیگه عمر دارن دیگه، میان وصفتون رو کلن پر میکنند. ریستش کردم، برم دوباره رندرد و این هم الان ببینید زیادش کردم به این صورته، الان کمش میکنم صفرش میکنم اصلا نمیاد. پس این هم هرچی بیشترش کنید حباباتون بیشتر پخش میشه و هرچی کمترش کنید ببینید حباباتون کمتر پخش میشه. ریستش میکنیم، دوباره اینو بیاریم و رندرد کنیم، بابل هم ببندیم، بریم سراغ فیزیک. خب فیزیک هم اینجا سرعت داریم، میتونیم سرعت رو زیاد کنیم. ببینید سرعت وقت خیلی زیاد شد انگار با شدت اینا دارن پرتاب میشن، حالا از اون مرکزی که دارن پرتاب میشن. حالا اگر از این طرف بریم صفرش کنیم همینجور انگار مثلا از یک مرکزی همینجور دارن رها میشن، همینجور دارن میان بیرون و پخش میشن. وقتی سرعت بهش بدید اینا به هر صورت جهت میگیرند و البته این جهت رو هم بعدن میتونید تنظیم کنید، بگید از کدوم جهت میخوام باشند. پس من میتونم سرعت رو زیاد کنم، هرچی سرعت رو بیشتر کنم بیشتر خطی حرکت میکنند ببینید، و بعد جهتشون هم میتونم تعیین کنم که خطی در کدوم جهت حرکت کنن. این هم سرعت باده، میتونید سرعت باد هم بهش بدید و به غیر از این که اون سرعت یه جورایی پرتابشونه، سرعت خروجشونه، این سرعت باده که میتونید به اضافه اون مسیر باد هم میتونید تغییر بدید، زاویه بادو هم میتونید عوض کنید. بقیه شو هم خودتون برید توی فیزیکس ببینید دیگه، زیاده، من حالا یه سرشو براتون میگم. بعد رندر دوباره، اینم دوباره زومشه، اگر زیاد کنیم بزرگشون میکنه دیگه، زوم میکنه. ریستش کردم، اینو دوباره میذارم رندر، برم رندرینگ. رندرینگ هم اینجا متدای متفاوتی داره، حالا دقت کنید من اینو روی یک سالید گذاشتم، پشتش چی نیست، اگر پشتش یه لایه قرار بدید اینا رو وقتی عوض کنید مدلش مقدار تغییر میکنه و اینجا هم دوباره مدلای متفاوتی از حباب برای شما منتشر میکنه، میتونید دونه دونه تشریف ببرید و تستش کنید. اینجا من اگر این قسمت رو انتخاب کنم، حالا از اینجا میتونم یه لایه بهش بدم، حالا من برم توی پروژکت این مداد رو بیارم اینجا قرار بدم، حالا چشمشو میبندم نمیخوام ببینمش ولی میخوام باشه توی کامپوزیشنم، برمیگردم تو افکت کنترل روی لایه سالیدم
الان خدمتون عرض کردم اینو وقتی روی این قسمت قرار بدید اینجا من میتونم مدادم رو الان معرفی کنم و الان حبابم تبدیل میشه به مداد که اگر خواست حالا میتونید از لوگوتون و از هر شکلی که خواستید استفاده کنید برای این منظور. ریستش میکنم، دوباره این قسمت رو میذارم روی رندر. این گزینه رو اگر تغییر بدید میبینید به این صورت میتونید تغییرش بدید. رندرینگ هم بستم، میرم سراغ فلو مپ. اینجا من این بیرون رو کلیک میکنم، این ابزار رو انتخاب میکنم و اینجا یک خط میکشم حالا به سلیقه خودم و دقت کنید که استروکش رو زیاد کنید که یه جورایی یک منطقه درست کنید، یک محدوده درست کنید و میاریم بذاریمش پایین اصلا که حبابامون بیاد روش. میریم در لایه سالیدمون و از این قسمت فلو مپ رو روی شیپ لایرم ست میکنم. دقت کردید این حبابا قرار گرفتن داخل اون محدودهی که من خط کشیدم، پس میتونید خط بدید به حباباتون. حالا یه خاصیت خیلی جالب هم اینجا الان ما داریم و اونه که من اگر که این پرودیوسرمو بردارم و بیارم بذارم اینجا، الان دقت کنید اینها نمیان تو این منطقه، میان اینجا و دقیقا بر میگردن عقب یا اینکه حالا میخورن به این و میترکن به قول معروف. دوباره من میتونم اینو بگیرم بذارم تو این منطقه، وقتی بذارم تو این منطقه دوباره تو همین منطقه شروع میکنن به حرکت. حالا دوباره اگر از این منطقه بیارمشون این منطقه، دوباره تو همین منطقه میمونند. پس میتونید دقیقا یه محدوده واسش مشخص کنید و توی اون محدوده حرکت کنه. و دقت میفرمایید که من اینجا پس توی فلو مپ باید یه لایه داشته باشم و محدودمو بکشم و محدودمو براش تعریف کنم تا توی اون محدوده حرکت کنه. فقط دقت بفرمایید هیچ لازم نیست که حتما این منطقتون و این محدودتون و این پدتون یا مپتون روشن باشه، من میتونم خاموشش کنم و باز ببینید این دقیقا تو محدوده که من خواستم قرار گرفته. این محدوده فقط واسه اینه که من ببینم، حالا شایدم بخواد به یوزر نشونش بدید، شایدم طراحیتون جوری باشه که مثلا بخواد نشون بدید که دقیقا داره تو این منطقه حرکت میکنه، ولی اگر نخواسته مثلا دقت کنیم من میتونم بیارم بذارمش اینجا، الان خاموشش کنم و وقتی اجرا میکنم کاملا تو اون محدوده قرار داره و از اون محدوده خودش خارج نمیشه.